خب عرضم به حضورتون بینندگان عزیز، من یادآوری کنم برای اون دسته از بینندگانی که توی این ماهای اخیر ساتلایت خریدن و تماشاگر این برنامه هستند که سرکار خانم دکتر ساعد از همکاران نخستین تلویزیون کانال یک هستند، یعنی از بنیانگذاران تلویزیون کانال یک هستند، جزو می شود گفت هیئت امنای این تلویزیون هستند. از همه اینا مهمتر یکی از نزدیک ترین دوستان و یاران خود بنده هستن، که یعنی بنده در یار ایشون هستم در حقیقت، و همه ما احترام فوق العاده ای برای این بانوی نازنین قائل هستیم، به طوری که هر کدوممون دیگه به اون آخر خط که میرسیم میزنیم به خانم دکتر میزنیم و خانم دکتر خودش رو میرسونه و به هم کمک روحی است، هم کمک فکری است، هم هر جایی که لازم بوده است کمک کاری بوده است. و از این جهت بنده واقعا پرطرفدارترین برنامه تلویزیون بود، به طوری که من خودم به ایشون حسادت میکردم گاهی اوقات و میخواستم برنامه رو قطع کنم. شما بله شما صحبت میکنین مقاید همش لانکشن بله لوگو رو بریم ببینیم. با همین همراه همین و باید این رو باور داشته باشیم، همیشه برای همیشه همصدا همین بگیم و دنیا و در حقیقت حوادث اطراف رو خطرناک بگیم. نسل که از دوران کودکیش یار دبستانی من، از دوران نوجوانیش خردسالیش میبایستی که با تضاد زندگی بکنه، آنچه که در خانه هست در بستر آرزوهایی به سامان نرسیده والده. بعد از مدت ها تلفتم شما رو بگیرم، ولی حسی کردم از صحبت های شما با دیگران به هم یه آرامشی میداد. ممنونه. این نوع ازدواج ها میگن در حقیقت مزدوج های طلاق گرفته، چون در کنار هم هستن اما با هم گفتگوی ندارن، بدبستانی ندارن و در حقیقت مشارکتی در حوزه اجتماعی، ارتباطی، انطباقی، مسائل سیاسی در رابطه با جنگ. اگر با همین همراه همین و باید این رو باور داشته باشیم، همیشه برای همیشه. داشتم خدمتتون عرض میکردم که به نظرم قبل از دوره این مسئله گرایش به سمت اصلاح طلبی در ایران، بزرگترین موزل اپوزیسیون در راه اتحاد و همبستگی و تشکل، همانا به نظرم یکسونگری و جزمیتگرایی اپوزیسیون در رابطه با پایگاه‌های ایدئولوژیکی خودشون بود. بله. نظر داشته باشیم. و هنوز هم هست. درسته. یعنی من الان معتقد نیستم که واقعا ما به اون درجه از در حقیقت اشتراک نظر رسیدیم، حداقل در راستای اهداف مشترک. متاسفانه یکی از ولی به تحمل رسیدیم. تا حدودی. تا حدودی به تحمل رسیدیم. تا حدودی. بخون ولی... جلو دوربین. بله، جلو دوربین بخوریم. خب حالا اگه از من بپرسید که چرا این اتفاق افتاد و چرا واقعا ما نتوانستیم در عرض 20 بندی سال در حقیقت به یک وجوه مشترکی در راستای برقراری دموکراسی در ایران یا تشکل سازماندهی و صدای مشترک برسیم، خب اون در حقیقت بحث تاریخی و فرهنگی خودش رو داره و بسیار بحث جالب و آموزنده میتونه باشه در زمانهای مختلف. در مرحله بعدی ما شاهده این بودیم که فرزن اپوزیسیون چند پاره میشه، چند تیکه میشه، تجزیه میشه، بخشی از اپوزیسیون لایق به طرفداری از جنبش داخل و اصلاح طلبان در حقیقت خط عوض میکنه، ترانسفورم میکنه و یک نوع رفرم ذهنی میده. درسته. و این رفرم ذهنی به نظر من اونقدر در تضاد فاحش با اون چیزی که قبل میخواست و بعد به دنبالش رفت بود که درکش و هضمش برای من به عنوان یک فردی که واقعا عمیقا به مفاهیم لائیسیته و سکولاریزم معتقد هستم قابل فهم نبود، به خصوص از طرف کسانی که 100% سالهای متمادی در زندگیشون در رابطه با جدایی دین از حکومت و سکولاریسم و دموکراسی فعالیت کرده بودن و ناگهان اینها تغییر جهت دادن. حالا تغییر جهت دادنشون هم ما نمیخوایم داوری یا پیش داوری بکنیم. درستم. به چه دلیلی بود اینها گروهی بودن که رفتن به طرف
بله. اصلاح طلبان و بعد تبلیغ و در حقیقت ترویج افکار عمومی برای در حقیقت پیوستن به این داستان. گروه دیگری هم در حقیقت در برابر این واکنش واکنش‌های 100% دیگری گرفتن. به هر حال ما نمی‌خوایم وارد بحث و نقد این داستان بشیم. اپوزیسیون سست قبل از این دوره، سست به این معنا که ما نتوانستیم در حقیقت، ممکن اون در رو ببندید در صدای خارج از اون در رو ببندید. بله. نتوانستون تشکر داشته باشه. این در حقیقت پدیده باعث شد که این تجزیه و جدا افتادگی و از هم گسیختگی بیشتر بشه که ما شاهدش بودیم که دوستان ما نویسندگان، متخصصین، طرفداران، هواداران آزادی در برابر دوربین ها، تلویزیون ها، مقالات، بس از جامعه مدنی بود، بس از طرفداری از این داستان بود و دعوت عمومی به پیوستن به این داستان که اونهایی که حداقل در یک خط میانگین مطلوب بودن نه به این طرف پیوستن نه به اون طرف به اون صورت بها دادن، همواره اون خط خودشون رو حفظ کردن و اون خط همین بودش که ما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور چشم‌انداز دیگری در رابطه با در حقیقت جنبش های مبارزاتی باید داشته باشیم. ما زیر حکومت سرنیزه نیستیم، ما زیر در حقیقت حکومت خفقان، شکنجه، زندان، دستگیری، مفقود شدن، آدم ربایی و و و و نیستیم. اگرچه جمهوری اسلامی تلاش کردش که اپوزیسیون فعال خارج از کشور رو در سالهای اول ترور بکنه و از بین ببره، ولی نمیتوانست با 3 میلیون 4 میلیون ایرانی مهاجر خارج از کشور به عنوان اپوزیسیون یک پارچه اگر میشدیم مقاومت بکنیم. در این حال ما امکانات بیشتری برای مبارزه و صدای بلندتری برای بیان ظلم و استبداد درون در خارج از کشور داشتیم که متاسفانه نتوانستیم از نیروی منسجمی که میتوانستیم به وجود بیاریم استفاده بکنیم. این استش که خب طرح اصلاح طلبی به شکست منجر شد، یک پروژه شکست. خب من اینجا یه سوال از حضورتون دارم خانم دکتر. به عنوان یه فعال حقوق بشر فراملیتی، یعنی یه کسی که شما فرض کنیم که اصلا ایرانی نیستید الان، یه فعال حقوق بشر هستید که از بیرون دارید به این جامعه نگاه میکنید، حکومتی که در ایران داره حکومت میکنه، اشخاصی که در ایران تحت نام جمهوری اسلامی دارن حکومت میکنن، یک مشخصاتی دارن که شما به عنوان یه فعال حقوق بشر با اونها در تضاد هستید. مشخصات اونها نخستینش این است که حقوق دیگراندیشان رو به رسمیت نمیشناسن، حقوق اجتماعی و حقوق فردی اشخاص رو به رسمیت نمیشناسن، قوانین مدنی رو بهش بها نمیدن و و و و مشخصات که همه میدونن. آیا در خارج از کشور در میان اپوزیسیون همون رفتار و همون کردار رو هم ما میبینیم به عنوان شما به عنوان یه فعال حقوق بشر که بیرون دارید نگاه میکنید؟ آیا این حقوق بشر، این اپوزیسیونی که داره اعتراض میکنه به اون حکومت، خودش تحمل دیگراندیش رو داره؟ خودش تحمل کسی رو که جز او فکر میکنه داره؟ آیا خودش متوسل به تهمت نمیشه؟ آیا خودش متوسل به توهین نمیشه؟ آیا خودش متوسل اینجا نمیتونه، قدرت ترور رو نداره، اما خودش ترور شخصیت نمیکنه؟ و این مردم که مواجه هستن با یه حکومت ضد حقوق بشری، آیا با یه اپوزیسیونی هم مواجه نیستن که شاید ندانسته همون اعمال رو در مقام اپوزیسیون انجام میده؟ سوال بسیار غم انگیزی شما میکنید. به نظرم اگه ما بخوایم که قانون کلی نبندیم، چون واقعا درست نیستش که ما یک قانون کلی ببندیم و به طور جنرال صحبت بکنیم، ولی آنچه که شما میگویید یک حقیقت تلخه به نظر من. حقیقتی است که منجر میشه به یک ساختار کهنسال ته‌نشین شده فرهنگی در ذهنیت جامعه استبداد زده. و این جامعه استبداد زده تا جایی است که من فکر نمی‌کنم تفاوت زیادی بین روشن فکرش، بین متخصصش و اون آدم عادیش بشه. در اون پشت، در اون ذهنیت شکل گرفته داد تفکیک زیادی رو در این زمینه به وجود آورد. آن چیزی که ظاهراً تفاوت داره یک سری داده‌های علمی است که فرضاً روشن فکر متخصص کسب می‌کنه و تئوریتیکلی اون رو بیان میکنه، ولی در مرحله عمل متاسفانه بازگشتی داره به سمت اون فرهنگ سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و اون همزاد دیکتاتور در حقیقت درونی شده خودش رو متجلی میکنه در مواقع مختلف. و این بحثی رو که شما کردید بسیار بسیار غم انگیز و تلخه که ما شاهدش بودیم، در جلسات سیاسی شاهدش بودیم، در رادیو شاهدش بودیم، در تلویزیون شاهدش بودیم، در جنبش‌های مختلف شاهدش بودیم که چه عاملی باعث میشه که ما نتوانیم انعطاف‌پذیری داشته باشیم.